سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه و میخوایم بررسی کنیم اخبار این چند روز اخیر رپ فارسی رو، که نه یک هفته اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کوکتل تی وی رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. همچنین اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید. اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. چنل دوممونم که لینکش رو دارم میگم همیشه زیر، یعنی توی دیسکریپشن هست، میتونید برید ساب کنید. اونجا برنامه های مختلف دیگه داریم که زیاد رپی نیستن. بهتره دیگه بیشتر از این حرف نزنیم، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب من یه توضیح ریزی دادم به بعضی از دوستان که به هر حال تو کامنت ها دیدم یه سری شبهه هست و بهتره که ما اینو توضیح بدیم. اخبار رپی فقط میای میگیم که آقا چه کاری قراره در آینده بیاد، حالا آلبوم، موزیک ویدیو و و و، چه آهنگای اومدن، چه آلبومای اومدن، چه موزیک ویدیوهای اومدن، آرتیستای جدید کیان که کارشون خوب، و از این داستان. اخبار رپی برای اینه و حاشیه یا رپ حواشی و حواشی میپردازیم به درگیری ها و هر حال استوری هایی که تیکه انداختن به هم و این داستان ها. دیدم بعضی ها این فرقش رو متوجه نشده بودن، گفتم توضیح بدم. پس اخبار رپی یه جور فقط حالت اعلامیه ای که آقا کدوم کار اومد، چجوری بود چجوری بود، و حواشی هم که آقا کی به کی چی گفت و این داستان ها. نسیم با یه استوری خبر از کار جدید خودش داد که به زودی پخش میشه. سینا با یه سری استوری اعلام کرد که همکاری رو با علی اوج داره که به احتمال زیاد مال آلبوم سینا یعنی خاص خواهد بود. حالا باید ببینیم چجوری میشه. اونجور که خودش اعلام کرده تو استوری ها تو سال 2020 میاد، که خب یه دو سه ماهی وقت داریم، باید ببینیم که کی میاد. احتمال زیاد تو پاییز ما بشنویم این آلبوم رو. ایمانمون با چند تا استوری خبر از همکاری جدیدی داد بین خودش، دارا و مهتاب. خب بعد مدت ها دوباره اومدیم استودیو با دارا پایدار، عشق داداش بازی به یاد اولاش. یه پروژه ناتموم مونده بود با مهتاب، خیلی پروژه باحالی داره میشه، اومدیم تمومش کنیم و به زودی خبرشو بدیم. امیر خلوت و سجادی هم با یه پست خبر از همکاری جدیدشون دادن که 13 شهریور پخش میشه. همچنین جیدال اول از همه اعلام کرد که موزیک ویدیو بنفش در راهه و همچنین گفت یه سورپرایز داریم برای کسایی که آلبوم 70 رو دوست داشتن. حالا به نظر میاد میخواد یکی از ترکاشو ریمیکس یا ریمیک کنه، یا نمیدونم، شاید هم بخواد جلد دو بده. بعد منتظر باشیم ببینیم چی میشه. یکیش میوزیک ویدیوی بنفشه، خیلی خوب شده، اصلا روزش توضیح نمیدم تا تیزرش بیاد و موقع پخشش مشخص بشه. یکی دیگه از کارهایی که دارم انجام میدم توضیح باز نمیدم، فقط اینو بهتون بگم که بچه‌ای که آلبوم 70 رو دوست دارن، اونایی که با آلبوم 70 خاطره دارن، منتظر یه سورپرایز خوب از طرف من باشین، هدیه من به شماها که این همه سال این آلبوم رو ساپورت کردین. پوریا پوتک هم با یه سری استوری اعلام کرد که امسال احتمالاً دوتا آلبوم خواهد داشت. خب دو سه ماه مونده دیگه، بعد ببینیم که تو این دو سه ماه آیا دوتا آلبوم میده یا نه. گفتش که احتمالش هست باشه، حالا بعد ببینیم چجوری میشه. امیدواریم که آلبوماش چطورید بچه ها امسال سال خیلی پرکاریه برای من، به زودی آلبوم بلندم میاد بیرون و اینکه یه کار سورپرایز خفن خارج از مارکت ایران از من میشنوید و اینکه بلافاصله هم یه آلبوم ای پی با یه آهنگساز خیلی خفن از من میاد بیرون. فکر کنم اگه بشه امسال دو تا آلبوم از من میشنوید. امین که منیجر سهراب ام جی هست با یه توییت اعلام کرد که بعد از به هر حال داستانا و سالاد پختن و این داستانا که
رضا پیش رو داشت، ما هم داریم یه چیزی آماده میکنیم که تند و آتیشیه که به نظر میاد دیسی خواهد بود به رضا پیش رو و همونجوری که گفت تاریخ پخشش به زودی قرار اعلام بشه، باید سب کنیم ببینیم که چی میشه. حسین هم اعلام کرد که آلبوم یاد به زودی میاد، گفتش که آقا ما کم وسواسی بودیم و دو سه تا ورژن داشته تو الان آلبوم، ولی سعی دارن که این آلبومو هرچه زودتر پخش کنن و احتمال اینکه پاییز امسال بیاد زیاده. رفقایی که میگن چرا یادو نمیدی، من یکم چیز شدم، وسواس گرفتم نسبت به آهنگا و اینکه دو سه ورژن تا حالا یادو جمع کردیم، دوباره شیفت دیلیت کردیم، دوباره داریم میسازیم، ولی منظور آلبوم جمع نوشته است، تمومه، منتها یکم سر تنظیماش داریم فعالیت میکنیم، میخوام یه چیز در حد بیاد دیگه، حالا ببینیم چی میشه. ولی منظور تو دو جلد، همونجور که قبلا هم گفته بودم، جلد اولو میدیم. خب رضا پیشران ته چند تا به هر حال پستی که باشه بود توی کانال تلگرامش اعلام کرد که میخواد با سامان ویلسون فیتو بده و به هر حال گفتش که آقا برو تمریناتو بکن. سامان هم که دعوتش کرده بود و گفته بود هر وقت بیاد من قول میدم فیتو داشته باشیم، پس به نظر میاد این فیت خواهد اومد و ما رضا پیشران از سامان ویلسون رو توی یه ترک میبینیم. بهزاد لیتو با یه استوری اعلام کرد که قراره چه کارهایی بکنه به زودی، از فیت جدیدش با زخمی و کنیس گفت، همچنین از سینگل ترک شوک و موزیک ویدیو ماما سیتا و همچنین دوتا ترک توی آلبوم خشارسار یعنی اتصالی و همکاری جدید با پوبون. علیرضا جی جی هم با یه استوری اعلام کرد که چه برنامه‌هایی داره و همونطور که می‌بینیم اعلام کرده که بجز دابل آلبوم و زاخار اصلی قراره که یه تالنت آلبوم داشته باشه شماره یک و خب معلومه دیگه از اسمش می‌خواد یه سری به هر حال تالنتو بیاره دیگه، باید منتظر باشیم ببینیم چه جوری میشه و پروداکشنش چه جوریه. این هفته چون به هر حال تو محرم بودیم و به هر حال داستانای عاشورا تاسوعا این داستانا و به احترام عزادارها و این ایام آهنگ زیاد نداشتیم، همچنین ما همین دو سه روزه به همین علت فعالیت نداشتیم، بر همین آهنگا اونجوری نبود، یعنی تعداد آهنگایی که داشتیم زیاد نبود، بیشتر خبر از آهنگای جدید بود که آرتیستا دادن. البته این خیلی هم خوبه که میبینیم انقدر کار قرار بیاد، یه زمان بود که خیلی به هر حال دیر آهنگ میومد، خیلی آهنگا کم بود، الان خیلی موزیکا زیاد شده، خیلی کسایی که کارشون خوبه زیادن و فعالن، خیلی باحاله. اما خب همین دیگه، میخواستم اینو بگم که زیاد نداشتیم ما موزیک ویدیو یا به هر حال موزیک، اما میریم میبینیم که چه موزیکایی اومدن. علی تی و سامیلو آهنگی رو با هم پخش کردن به اسم یادش بخیر. روزه دارم چون خاطرات تو موندگارم، یادش بخیر نمیشه دیگه به زور خامه، همین بسه من خوبه حاله، دویدم و دویدم از نجوا و ثانیه. دویدم و دویدم مرچند، یارو میکشم و دزدید، خوراک مکتبی رو خوردم که خوشک مغزش مغزمو دزدید، از دشنگی اش ریختم گفتم قطره جمع میشن، اشکم که خشکی جو کردم به خورشید، تا بیت آب مشکمو دزدید. دویدم و... همکاری رو داشتیم از یانگ سادن که یکی از رپکنهای جدید و به هر حال تازه نفسمونه، با یک رپکن آمریکایی به اسم Where are you from. بزن باز بلد اومدم از جنوب کسی فز اون بالاشون بالا بود تاجم سر سادم مرد پله یه واسم لفظ فکر نکن که یادم رفت چون بازم هست سال خانواده حتما میگاد فاز کار داره دستم میاد آل ستار این راز کار من مانده. آهنگ عیاش رو داشتیم از بیگرس که خیلی ها میگن آقا شایه رو برعکس کنیم میشه عیاش و دیس شایه هست، همچنین تیکایی که توش هست به نظر میاد دیس به امیر خلوت هم هست و حالا تیکایی رو به اینها انداخته، اما سخن که منیجره بیگرس هست اومد اعلام کرد که آقا این دیس به هیچ کس نیست و هیچ کس در این حد نیست که ما خواهیم حدش کنیم، مخصوصا اینا که نام میبرید، اما به نظر من یکم شیطونی کردن چون تیکا بعضی جا خیلی واضحه.
یه نفر رو بیا جمعش کنه چاقی، هر کی که با ما هم پیک شده زده جاده خاکی نشده حزمش کنه آجی. برو اون قصیص بچه خوبی نگیره این ترس داری که دفعه ته کوچه نشی خرف روخ مایه ولی گره گوری خزی حال بود برو بگو مامی ددی سوچی خریده. آهنگ یه سر به ما بزن رو داشتیم از امیر تتلو. بزن یه زخم درشت تو بزن مرجانشو جر بده و بندا جلوش، تو درار مرواری دست صدفشو بم بده فش، دل من زندون داره تو بزن میله هاش. آهنگ ای کاش میشد داشتیم از حامد فرد که من یه انتقاد ریز بهش دارم، اونم به کاورهای این چند وقته حامد فردی که واقعا جالب نیست، اصلا همونطور که میبینید اصلا نمیخوره به موضوع این آهنگ. نوشته ای کاش میشد با اینجوری سیس اینجوری عکسی گرفتن نمیدونم گاه عکس یادگاریه و اصلا نمیخوره به سیس آهنگ. کاش میشد که یکم بهتر کار کنه روی کاور آرتاش و یا حداقل بده دست کسایی که کاربردترن. کاش میشد که من کاش با یه شعبده ضربتی تموم میشد این غربت لعنتی، کاش میشد که پشت هم پشت دست میزدیم به این دولت خط خطی، چه فوشای که روی در نوشتن برخی هم گیر خوندن بهشتن، کاش میشد جای کولبر. آهنگ قرمز رو داشتیم از پوبون به همراهی رود بنی اگه اسمشو درست تلفظ کنم. بگو همه چی یادته، بگو یادته افتی بری شب خواب نمیره، همه چی رو اصابته نگو ازاد راحته. خب این بوده از اخبار رپی این یک هفته گذشته، امیدوارم که لذت برده باشید. عذرخواهی میکنم که ما جمعه نذاشتیم به علت عزاداری و این داستانا، اون دوستایی که به هر حال عزاداری اینا نکردن و منتظر بودن من ازشون عذرخواهی میکنم. به هر حال به حرمت اون شبا و کسایی که به هر حال عزادارن نذاشتیم. خب اخبارم هست توش پر آهنگ و این داستانا، اما از این به بعد هر جمعه خواهیم داشت رپ حواشی هم که جای خودش خواهد بود. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، دمتون گرم، امیدوارم که حالتون همیشه توپ خوب عالی و بوم باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.